در رابطه با روز جهانی صحت که موضوع امروزی ما هم هست در برنامه صبح زندگی میتونی شما ایزان هم دیدگاهیتان را از طریق صفحه فیسبوک صبح زندگی همراه ما شریک بسازین در این بخش برنامه هم دکتر محمد رفی نظیر متخصص امروز داخل همراه ما هستند و میخوان صحبت داشته باشند در رابطه با روز جهانی صحت ای که دیدگاهشان چی است و نسبت به سالهای گذشته چقدر امروز هموطنان عزیز ما در, در قسمت امکانات صحی خوبتر و بهتر اونها برخوردار هستند دکتر صبح خوش آمدید صبحتان بخیر صبح شما بخیر امیدوار هستم همگی صحتمند باشن و چون روز جوانی ساعت است برای همگی آرزوی صحتمندی و برای کسایی که نگران مریض هستن آرامش خاطر تمنا کنیم دکتر سید روز جهانی صحت و شما که دکتر هستین و همیشه به دنبال صحت مردم به شما هم تبریک میگیم تشکر <تصفح> سلامت باشین میخوایم دیدگاه کلی تا در رابطه با روز جهانی صحت بر ما داشته باشین تاریخ بسیار کوتاه گپ بسیار زیاد خوب است که ما روز جهانی صحت سالانه برگزار بکنیم و ای به خاطر برنامه‌ریزی برای آینده و گپ ها و خلا که در صحت وجود داشته بر حل ازی اصلا ایجاد شده در سال 1948 برای اولین بار یک کانگریس WHO ایجاد کرد که یک نشست داشتن که در هفت اپریل بود سال دیگر باز هم ایجاد شد در سال <applause> 49 و در 49 تصمیم گرفتن که اینمی روز را که اینا کانگریس خاطر بهبود وضعیت صحی دنیا ایجاد نبودن باید به نام روز جهانی صحت مسما شود و در سال 1950 رسما این روز به نام روز جهانی صحت برگزار شد و گپ گپای خوبی که داره که هر سال یک هدف بسیار قوی در صحت گذاشته میشه بالای از او تمام دنیا کار میکنه و, و بسیار سرمایه گذاری میکنه تا اینکه محه و مثلا یک سال به خاطر دیابت می باشه یک سال به خاطر دپریشن می باشه یک سال به خاطر محیط زیست می باشه یک سال به خاطر فشار خون <applause> چربی خون و یک, شعاری داره. یک شعار خاص خود داره که تا بال شعار سال فیلیشان و قدر واضح نبود تجسس کرده. و سال قبل هم که گفته بودن همگی با هم برای بهتر ساختن صحت جامعه اتر یک شعار داشتن ولی تا بال برای سال 2019 ما مشاور دقیقشان پیدا نتونستم کوره هم خدمت بیننده عزیز ما ما می داشتیم <applause> و باز هم خرسند هستم که ما هم از جمله او مردم های هستیم از اون مملکت های هستیم که روز جوانی صحت در مملکت خود تجلیل می و همه رسانه ها همه مردم همه دکتر با و WHO وزارت صحت در افغانستان یک توجه بالایی مشکلات صحی افغانستان میکنه حالا از سالی که به این طرف در افغانستان تجلیل صورت میگیره به مناسبت روز جهانی صحت چقدر توانسته امکانات صحی در اختیار هموطنان عزیز ما چقدر پلان های خوب داشتن و چقدر عملی هم شدن راستش اگر ما برتون از نظر وضعیت سیهی افغانستان بگویم وضعیت سیهی از دیدگاه ما قابل اطور قناعت بخش نیست امه. نظر به قدر سرمایه گذاری هایی که بالای سکتور سیهی تمام جامعه جهانی کرد در افغانستان به شکل قناعت بخش رشد و نمونه کرده و انوز هم در ولایات در قصبات در قریه ها جای های وجود داره که بسیار زیاد صعب هستن هستند و, و با سیحی حتی تا رسیدن به مراکز سیهی حتی بعض مریض ها جان خود از دست میدن و این مشکلات بسیار جدی ما اگر می خواهیم که صحت تامین بکنیم ما باید در افغانستان تامین کنیم کابل یک جای کوچک است که ما در, در هر ناحیه اضافه تر از ده شفاخانه شخصی و دولتی فعلا امیال وجود داره ما باید سر کوچکترین خلاها و کوچکترین مشکلات صحی افغانستان توجهی داشته باشیم ما از نظر تکنولوژی به حد کافی روش نکردیم از نظر تحصیلی به حد کافی روش نکردیم بالای از این مسائل اصلا توجه شده ولی عملی نشده مثلا یک دکتر با دولت سرمایه‌گذاری کرده یک جای روان کرده به خاطر از اینکه یک افسری تخصص بگیره پس بیا وجو فرار کرده پناهنده شده <متصفح> و روی هم رفته یگانه مانعی که برای رشد صحت افغانستان وجود دارد جنگ و ناامنی است که باعث میشه که ما نتونیم که همو پلان ها و هم پروگرام های دقیق وزارت صحت دارن اونا را تطبیق بکنن و اکثر جای ها مثلا دکتر جرأت رفتن نداره یعنی یعنی با لای دکتر ها بسیار کارای بد شده مثلا کشته شدن دکتر صاحب و بندی شدن و گرفته شدن و در در ولایت دور خب روی هم رفتم مانعه ادم پش رفته مانع اصلی عدم پیشرفت صحت امی جنگ و ناامنی افغانستان است در کل حالا شما چه فکر میکنین چقدر از هموطنان عزیز ما با خدمات صحی برخوردار هستن یعنی قابل قبول هست قدر هموطنان ما با خدمات صحی برخوردار باشن یعنی بازم باید وزارت صحت ما کارهای خود انجام بتن؟ باید انجام بدن کار باید زیاد صورت بگیره در قسمت امبولانس ها امبولانس های زمینی امبولانس های هوایی حتی در شهرها حالا ما متوجه شدیم که مثلا امبولانس ها همیشه در ترافیک جامز یا مو بیربارایی ترافیکی نبان میمانن و اصلا یک فرهنگی وجود ندارد در وطن ما شما مسابق مو بود که اگر آلار من امبولانس ها کس میشونید بر از او را دانید یک مسئله بسیار جنجال برنگی زمین مسئله است که باید ایجاد شود از یک اقدام بالای امبولانس های اوائی صورت بگیره مثلا الیکوپتر و این مسائل در از واقعات و ای که ایجاد کلینیک های بیشتر در 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 قریجات و قصبات که ما اگر میگیم صحت در افغانستان ما باید همه مردم در ذهن داشته باشیم نه اینکه او کسایی که تنها در شهرها زندگی میکنن بنابراین سری مسائل باید زیادتر کوشش شود که و در قسمت دو موضوع بسیار عمده که در صحت رول داره که یکی دانش دکتر است و دوم کیفیت ادویه و امو وسایل صحی که استفاده میشه <محن> که سری دو مسئله باید جدی اقدام شود که از مدیکال کانسل افغانستان سپاسگزاری به خاطر ایجاد امتحان انترنس میکنم هم. که اینا ایجاد کردن و از این به بعد دکتر سایبا شاید بیشتر کوشش بکنن به خاطر کامیاب شدن در اون چیز امیدوار هستم که او این ای امتحان هم به طرف اختلاس نره به طرف او گپای قبلی مثل هم. چون یک مسئله عادت شده و هم هر کاری که اقدام هر اقدام که ما دولت میکنه مهم. یک کار خوب بکنه او در کت اختلاس کاملا آلوده میشه و پسان میبینی که همو اگر نمیشد خوب بود بنابراین من فکر میکنم که باید در این قسمت بسیار صادق باشن به خاطر که ما اگر یک دکتر جوان به جامعه تقدیم میکنیم باید هزار نگاه و پرفکت باشه و وقت ما او را اجازه کار بتیم که امتحان انترنس با بهترین نمره پاس بکنه در غیر از او آماده از این نیست که چرا که دمی دیروز شنیدم که وزیر صاحب صحت در یکی از با یکی از رسانه ها گفته که و حتی دکتر و بخشای تشخیصی اختار داده که شما اگر تشخیص غلط بکنین <applause> ما مثلا شما رو به سارن ولی معرفی میکنیم ولی ما در قسمت صحبت های وزیر صاحب یک ذره ایراد دارم به خاطر از اینکه عمو لابراتوار هایی که امروز در قسمت تشخیص مشکلات ایجاد میکنن یا و تشخیص بیخی یک چیز عادی ساختن و به سلا سر زیاد توجه صورت نمیگیره و کوالیتی کنترل یا تثبیت کیفیت در اونها نیست تمام اینا توسط امرش توسط وزارت صحت داده شده و سروی از اینا و چک از اینا هم توسط تیم صورت میگیره که از وزارت صحت مشخص شده پس چرا در اینقدر سال اینا کامیاب شدن؟ پس چرا اینا برامان؟ آیا کس آیت که در او لابراتوار در آمده؟ آیا چک کرده که همین لابراتوار کوهل دی کنترل بله. داره یا نه؟ و یا است که اگر کسی مثلا بعد میای بلاد فیلم میخونه امروز تکنیشن ها بلاد فلم <تصفح> آیا اونم یک چندین واقعی که در گزارش نوشته شده بود که سرطان خون بوده و در خارج رفتن که نبوده چرا این از سر خود داده به خاطر از اینکه کسی که تحصیل درست نداشته باشه کسی که در رشته, رشته خون تخصص نداشته باشه اصلا صلاحیت ازیر نداره که یک بلاد را پر کنه اما حال هر کسی که در این لابراتوار چپن سفید پوشید بالای میکروسکوپ میشینه و فکر میکنه که من همه چیز میفهمم اما کنترل از این مسئله باید از سطح وزارت از حد صورت بگیره تا اینکه که نشه که ما پیش همسایه های ما کم بیایم که تشخیص در افغانستان غلط است یا چور بستن جوان ما دکتر صاحب ما هستند که بسیار زحمت کشیدن خارج از کشور رفتن درس خواندن و امی کوشش دارن که تشخیص درست شود در افغانستان یا تداوی درست شود ولی بعض از علاقات وجود دارن که نام امی دکتر صاحب ها را بد میگیرن یک سروی دقیق و یک سروی درست از اینا داشته باشن و یک امتحان مسلکی و علمی از تمام پرسنل گرفته شود که کسی که لیاقت داره بالای بالای مریض کار کنه و اگر نداره نکنه ای که ما بگذاریم که باش که کس غلطی کنه ما او رو مثلا ولی معرفی کنیم ای رای غلط است ما باید جلو غلطی رو بگیریم نه ای که پشت غلطی رو بگیریم ای کار غلط غلط از نظر ما یک نظر خوب نبود من هم یک چیز نوشته کردم در باری از این مسئله و اصلا موافق نیستم و بسیار دیر است که بالا از این اقدام صورت گرفته باید از اون ابتدایی که مثلا تغییرات که در وطن ما آمد دولت کرزک صاحب ایجاد شد باید از اون دوران سر سیستم تشخیص بله. و تحصیلات دکتر سایبا توجه صورت می گرفت باید کوریکولم ها می میشد ما با کوریکولم کر... بسیار کهنه با کتاب های بسیار کهنه فعلا ما میخواهیم که دکتر در حاله که یک دکتر وقتی که میخوای یک انسان در سال 2019 تدایی بکنه باید از اپدیت ترین گایدلاین و راهنمودهای جهانی 2019 بالای مریض استفاده بکنه چرا که او انسان هم در سال 2019 است میکروب رام که دارن در سال 19 است 2019 است مرض هم که دارن در سال 2019 پس گایدلاین هم باید 2019 باشه اینا را پیش باشد. هر دکتری که بریم دکتر صاحب شما میشه که نظرتون رو بگیم پیش هر دکتر میریم یک تشخیص می داشته باشه برامو پیش دیگه دکتر میریم دیگه تشخیص برامو داره پیش چهار دکتر میریم چهار رقم تشخیص به او مریض گفتم شو بیچاره ایران میمونه خدای مریضی اصلی ما چی باشه چرا جواب آزمایشات ما متفاوت میه چرا بلیو. دکتر هستی با هر کس گپ می واقعا سردرگم میشه و مریضی شاد دو چند هم دیگه افزایش پیدا کنه که واقعا بزرگترین مشکل است که بعضی از دکتر سایبا مادر بعضی از لابراتوار تشخیص نادرست می داشته باشه و هم مریضی بیچاره به خیران میونه و مجبور میشه که از در افغانستان تداوی نداشته باشه بعد با یک کشور بره و هزینه دیگه رو بپردازه و ببینید شما که چقدر پول ما و شما سالانه به خاطر صحت بیرون میره این به خاطر از اینکه که ما دکترها و جامعه سیهی افغانستان خود ما خود را اعتماد خود را پیش مردم کم ساختیم با چند دلیل یکی که مدیکال اتیکس یا اخلاق توابت رعایت نکردیم نسخه یک دکتر صاحب دیگه آمده بدون از اینکه ما با یک توجه علمی سر نسخه و ماینات دکتر صاحب کنیم دفتن تشخیص رد کردیم و نسخه از او آدم رد کردیم نه این یک یک مدیکال اتیک خراب است یعنی که پیش هر دکتر بری یک دکتر قبلی را رد میکنه بله. این بسیار کار خراب است در حالی که این بسیار راحت گفته شما درست از دکتر صاحب کوشش خود کرده ما بیشتر کوشش میکنم شاید شما خوب شوید اما با این مانانی کوره تخریب بکنیم درست از دو دوم کیفیت بسیار زیاد پایان است دکتر صایبا گوش خواهش میکنم از تمام دکتر صایبا که کو دمشق کوشش کنند در قسمت تشخیص و در قسمت ادویه بالاترین کیفیت را دا در نظر داشته باشند تا ای که ما دیگر اعتماد خود از, از دست ندیم و یک جمله خ... آخر دا <laughs> که از مردم عزیز ما خواهش میکنم که اینا باید بالای دکترهای خود اعتماد بکنند سلامت باشین تشکر از شما ایزان. فعلا شما خبر ساعت 8 برمیگردیم. شکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین